ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Bon, salam, شصت و یکمین برنامه زیر آسمان پاریس رو مشاهده میکنید. در این برنامه به دلیل اهمیت موضوعات فقط دو گزارش خواهیم داشت. ابتدا از شما دعوت میکنم به گزارشی از نمایشگاه نقاشی کامبیز درنبخش و چند ایرانی دیگر که با مدد خانمها درنبخش و مدخالچی و همینطور حسام خلعتبری تهیه شده توجه کنید. همانطور که دیدین در این نمایشگاه فقط کارای کامبیز درنبخش نیست، بلکه نقاشی آقای بروجنی، آقای تاتاری، آقای جمالی نیک و عکس‌های خانم امدادی هم هست. این کاری که ما بیرون گذاشتیم که بتونه بیشترین بیننده رو داشته باشه، یه کاریه که کامبیز سالها پیش برای بینال آمستردام انجام داد که تم این بینال مونچ بود و این کار رو در یک اندازه کوچیک طراحی کرد و بعد فکر کرد که برای نمایشگاه این بار این رو در اندازه بزرگ طراحی کنه. این قسمت رو هم که میبینین 5 تا از کارهای پرسوناژ دلغک کامبیز هست و یه دونه طرح بزرگ که این هم یه نوآوری جدیدیه در کار ایلوستراسیون و طراحی کامبیز. ولی این قسمت که میبینین همین دلغک پانتومیمه، در واقع پرسوناژ کامبیز که 5 تا از کاراش هست. مثلا اینجا دلغکی که برای خودش خونه میسازه، یا همانطور که اونجا میبینین باز همون پرسوناژ دلغک کامبیز اینجاست که قبلا هم همیشه دیدیم که در سیرکا دلغک‌ها با همه غصه و غمی که دارن ولی خب باید همیشه همه رو بخندونن، و اینجا باز تو کاریکاتور کامبیز که یک معنای دومی داره میبینیم که در فوتوگرافی دلغک یه دونه نخ گذاشته بتونه خندش رو نشون بده. بله، این تر هم از کارای پرنده های گذشته کامبیز هست که دوباره این سری رو برای علاقه مندان اینطور کارا طراحی کرده و بیننده ها، کسایی که علاقه دارن، به هر حال با هر نگاه خودشون و بینش خودشون میبینن و میاندیشن. این قسمت از نمایشگاه تابلوهای آقای جمالی نیک هست، هنرمند جوان که کالیگرافی آبستر رو روی بوم کشیده و در چند رنگ، و بعدش دوباره میرسیم به تابلوی کامبیز. و اما این طرح کامبیز که موفقیت بسیاری داشت، شب افتتاحیه و نظریات مختلفی بود و چهره یک خانم ایرانیه، ولی خب مثل همه پورتره‌ها نمیدونیم که آیا مدل کامبیز رو نگاه میکنه یا کامبیز مدلش رو به این صورت نگاه کرده. اینا کارای محسن جمالی نیکه که در ایران زندگی میکنه، آرتیست ایرانی که 30 و خورده سالشه. نامه های بی پاسخ اسمشونه و انتظاری هم نداره آرتیست که کسی بهش جواب بده. احساسات خودش رو تو حرکات از این تابلوها به صورت مختلف با رنگ‌های مختلف نشون داده. تو این مثلا نوشته مستاجرانیم در این زمین، یا در این تابلو برقراری عدالت، یا حقوق شوهرم کفاف زندگی ما را نمی‌دهد. تو هر کدوم از این تابلوها سعی کرده کلمات و علاقه‌ای که داره نسبت به مملکتش ایران رو نشون بده و انتظار هیچ گونه جوابی هم از هنر دوستان و هنرمندان نداره. کارهای آقای تاتاری خیلی جالبن، به خاطری که باید از نزدیک
نگاه کرد، این پولک‌ها رو دید، این پارچه‌ها که آدم یاد بچگیش میفته، این پارچه که آدم تو خونه میبینه و خیلی مدل ایرونی و نوستالژی توش میبینه، و مونالیزا هم که این وسط کار کردن، خب چهره مردمیه، خیلی همه دوستش دارن، هنرمندایی که همه جای دنیا هستن. همونجور که خانم مدخالچی توضیح دادن روی تابلوی قبلی، آقای تاتاری این مال سالای 90 شونه، اون سال 92 بود و اونجا اینجا هم داریم سال 93. فرق تکنیک این دوتا کارها اینه که اینجا روی پارچه است که بعد اومده روی بوم، در صورتی که اینجا روی بوم بوده و پارچه رو چند تیکه‌های مختلف پارچه رو باز ایشون آوردن روی کار. صورت مونالیزا رو هم باز اینجا آوردن و اگه نگاه کنین حتی لباس مونالیزا رو هم با نقاشی که کردن، نقاشی‌های مارک لوی ویتون رو گذاشتن روش. در نتیجه یه ذره اینو تبدیل به اروپایی کردن برای باب طعم هنردوستان خارجی. اینجا بودا رو نقاشی کردن به صورتی برای که بخوان نشون بدن که توی تابلوشون چقدر حالت راحت و خیال راحت رو نشون بدن، و اینجام که رنگایی که استفاده کردن و پارچه که استفاده کردن همونجور که خانم مدخالچی باز گفتن، پارچه‌هایی بود که ما در خونه هامون در وقتی که قدیم بودیم یادمون میومد که حتی چادرام این رنگی میتونستن باشن. برای اختتام این نمایشگاه میخواستم چند کلمه هم راجع به خانم آذر امدادی باهاتون صحبت کنیم که ایشون تنها هنرمند زن این نمایشگاه هستن و کاراشون کارهای عکس که یاسی جون خیلی بیشتر از من میتونن در موردش صحبت کنن. خانم امدادی از شام آخر داوینچی استفاده کردن واسه دکور عکساشون. دکور شام آخر این پشت عکساست و فرشای ایرونی گذاشتن رو دیوار با روی سفره شام، همه اناره، پر اناره. در واقع این شام در تهران، اسم این مجموعه هم شام در تهران، که 12 تا عکسن، مثل 12 نفری که تو شام آخر داوینچی هست. و تو این عکس به جای این 12 نفر اون وسط کار فقط یک دونه زن میبینید. انجمن جهانی نوروز یکی از بنیادهای فرهنگی است که مدت هاست در فرانسه فعاله و این بار یک شب شعرخوانی رو تدارک دید با حضور شاعران و همینطور بخشی هم موسیقی، و ابتکار در این بود که در تبادل فرهنگ ها تمام اشعار یا به زبان فارسی و یا به زبان فرانسه برگردان اون هم شنیده بشه برای میهمانان فرانسوی و ایرانی، و شبی خوب و خوش برای اینکه بار دیگر
به یاد بیاوریم که تنها شانس باقی مانده فرهنگ است. حالا اون على limite de capacité de la salle. خیلی خوش اومدین همه دوستان امروز اینجا شب شعر دو زبانه و همه رو به دو زبان هایم کرد که همه بفهمن و چیزی که گفتم الان کام اتاق پر شده. دفعه دیگه لیست میذاریم که تعداد مشخص بشه چه کسایی میانو. Je voudrais tout d'abord remercier l'association Nowruz, monsieur Bahar, madame Mishahi, madame Azizi, madame Safari pour leur aide de l'organisation de cette soirée. میخواستم اول از همه انجمن نوروز رو تشکر کنم که آقای بهار، خانم عزیزی، خانم سفری و خانم میشایی که کمکمون کردن برای تمام سالن رو آماده بکنم و این برنامه اجرا بشه. شب هر شاعری خودش رو معرفی میکنه و کاراش رو همونجوری که میخواد میگه. راجع بیوگرافیاشون توی کاغذی که بهتون دادن هستش. من دیگه حرف زیاد نمیزنم. اول شروع کنیم با نجم موسوی پیامبری که با ویولن کلر جولیوه و همراهی دخترشون تارا موسوی که شعراشون رو به فرانسه می‌خونن. مرسی بوکو. بون سواره. یاد تو می‌خواهم در باد گم شوم و یاد تو میان آن نیزار که پروازی است از بودنت تا من و بروم تا آنجا که پرچمی در باد سرخیش را می‌پراکند. میخواهم با حریر درد گرد خورشید بپیچم و سرخیش را بپوشانم چون خاک که خون تو را و همه آنان بعد از تو را. میخواهم چون نور زندانی حباب افسانه‌ای خورشید باشم در تمام غروب‌هایش. میخواهم گم شوم در یاد گرم تو و در صدایت خونکی غاری بر زمین و غبار این غم را در آبشار نگاهت بشویم. میخواهم در تو گم شوم. Ton souvenir. Je veux me perdre dans le vent et le souvenir de toi au milieu de ces roseaux où vole ton être jusqu'à moi. وهم سبز. انتظار به پایان میرسد. تو می آیی در را با ضربان قلبت می کوبی. مادرم از جا می جهد مست از بوی یاس فریاد می کشد. تو می آیی با صدای خنده ات که نان را در سفره همسایه می رویاند. تو می آیی تاک های نارس سبز عقیق می شوند. نگاهت نور از میان دانه های انگور می گذرد. باغچه می خندد و شکوفه گیلاس به بار می نشیند. انتظار به پایان می رسد. تو می آیی در پیشوازت زنها خانه های خیش را با سنبله های گندم می آرایند. تو می آیی با بخشش دستانت در را می کوبی. دستان عاشق را قسمت می کنی. دیگر هیچ کودکی بی آغوش، هیچ حوضی بی ماهی، هیچ رودی بی رفتن و هیچ زمینی در آتش نمی ماند. تو با شوق نگاهت در را می کوبی و همه چشم ها به رنگ بال زنبور می شود. دیگر عشق گناهی نابخشودنی نیست. پسران و دخترانت با قلب هایی پرتپش از کار و زندگی بر بستر یاس عشق می‌ورزند و دیوارهای شهر زیر نگاهشان رنگ می‌گیرد. تو می‌آیی. Tu viendras avec l'éclat de ton rire, le pain sur la nappe du voisin lèvera. Tu viendras, les cèpes verts et juvéniles rougiront. Ton regard lumière à travers les grappes de raisin passera. Le jardin sourira, le cerisier fleurira, la tente finira. Tu viendras. Pour t'accueillir, de gerbes de blé, les femmes orneront leur maison. Tu viendras.
D'exil, décidément, vous avez entendu tout à l'heure Najmé, c'est un thème qui nous tient à cœur. To ke javani bargardad, ey vatan, qabristani dar tabdid, roustayi dar enzevay shekaste, rah faramoush shode zahedan, dasht khali shode az galleha, zendegiat miravad. در آغوش ریشه خشک شده بیدها نوشیدم آب فراموشی در سبززار بی زمان. Pour que jeunesse revienne, ô patrie, cimetières en exil, villages en déroute, sentiers oubliés des ermites, prés désertés des troupeaux, ta vie s'en va, enlacée par la racine séchée des saules. J'ai bu l'eau de l'oubli aux clairières sans âge. Le coq ne chante plus sur les murs des jardins. دگر خروسی نمیخواند سر با دیوار باغ ها. زنان نمیروند در دشت با پیرهن های گلگونشان. دگر پخش نمیکنند بر باد خرمن طلایی گندم را. بچه های برهنه منتظرند بر سر راه. کاروان ها محو شده اند در نمک و در خاک. امروز عشق رنگ سپید آهک است یا از آستانه عروسی های منکر شده رد شویم. از سقف ها در تابستان دام پرندگان خالی اند. آبی آسمان پیر شده قبل از زمان و خدایان سرب میبارند بر سبززار. یکی بود یکی نه کتاب ها را ببندیم در قفس قناری ها را شکستند بالهایشان و آینه ها را. قصه گویان را خاموش کنیم. بدرود ای دوست. پوشال و غبار برگرفتند چاه را. دیگر عاشقان را نمی بینیم گرفته دست هم را. زمان خاموشی کبیر فرا رسیده. پلک ها باردار شب هستند. چشم ها دیگر نمی گیرند در نوای شیرینشان خنده بچگان را. فراموش کن مرا تو که چشمت غرق شده در آسمان سیاه از کلاغ‌ها. من که قلبم زج کشید از کوبنده در دیگر نمیدانم منتظر چه باشم در انتهای پاییزهایم. ای وطن تا که جوانی برگردد. رضا افشار نوری.
نیایش زمین. منتظرم بی صبر که ریشه دواند شاهکار بزرگ، که برسد آن زمان، زمان شعر خودم. سرنوشت من اینجا با انسان هاست و نبا الهه های شعر. از راه های این دنیا هنوز نرفتم به اولین دور و کشش و رد نشدم از اولین پایه. نردبان جاکوب برای من نیست، نه آن آتش مقدس دزدیده شده از قموته، نه آن پرواز ایکار. دوست ندارم میانبرها را، هر روز چند بات میزنم بر صحنه سنگی این زمین. این باغچه اجسام که با باغچه درونی من یکی می شود، آن که آخرین دیواره هایش را شکسته ام. J'attends sans attendre que germe le grand œuvre, que vienne enfin l'heure de ma propre poésie. Mon destin ici-bas reste avec les hommes et non avec les muses. Du chemin de ce monde, je n'ai pris encore que la première courbe et n'ai passé que la première borne. Elle n'est pas pour moi l'échelle de Jacob, ni la flamme dérobée de Prométhée, ni l'envolée d'Icare. Je n'ai pas le goût des raccourcis. Chaque jour, je m'accroupis sur la scène pierreuse de cette terre, ce jardin de matière qui ne fait qu'un avec le mien, dont j'ai abattu le dernier des murets. صدای خروشش می آید از عمق دره ها، از بلندترین دشت های چراگاه ها. این اهریمن منم، شیطان زمانه، شیطان ابدی. این اهریمن منم. Sur la terre meurtrie par les sabots de destrier que poussent les cavaliers hurlants, arrive Ahriman, secouant ses chaînes. Il descend du mont d'Amanvint. تو پرواز گرم نرفتن بیاموزم و به بالهای آزادیم ماندن، آنچنان که تجربه جهان را در عشق دوره کنم. چنان کن که من در گفتگوی با تو زبان خالص هستی بیاموزم، به واژه هایم رخت سکوت بپوشانم و درک بی واسطه بودن را مزه کنم.
چنان کن که من در ثانیه های تو سکون تجربه های اعداد نیامده را در خواب کنم، تا به نیستیم شادی دیدار ببخشم. برف در ایستگاه راهن و عشق دیر کرده است. شب میرسد تاریکی زمستان و عشق دیر کرده است. سرود تنهایی ماه کمرنگ و عشق دیر کرده است. سردی مغز استخوان باورهایم و عشق دیر کرده است. کودک درون من با چشمانی پر آب خوابیده است. آخرین نگاه و درهای ایستگاه بسته می شود. کلاه عقلم را بر می دارم و آرام می گویم عشق دیر کرده است. سپید تو سلاح‌هایم را رها می‌کنم به زیر پایت در صحرا زیر باد. شکستم آسمانی خواهد بود بی‌نظیر در عمق تنهایی. قلبم یک دره خواهد بود تو آن را نقش خواهی کرد. بی‌شرمانه تو آن را له خواهی کرد. نام می‌دهم به اشک‌هایم تک به تک بی خستگی بی فریاد. آنها سرد خواهند بود وقتی که می‌لغزند بر پوست سپید تو. همونجور که میدونین شعر ایران، شعر در روح فرهنگ ایرانیه و ما با آقای میشایی صحبت میکردیم که این در این شبهای شعر رو تشکیل بدیم که روح ایران رو در اینجا شاد کنیم و به فرانسویا ارائه بدیم و بعد هم به کشورهای دیگه اروپایی ارائه بدیم. و همین خاطر شب ما دو زبانه خواهد بود. همه شعرها به فارسی بودن به فرانسه ترجمه کردیم و به دو زبانه خواهند خوند که فرانسوی ها و کسایی که حتی دورگه هستن هم بتونن بیان و این میراث فرهنگیشون رو در اروپا و در فرانسه دوباره به خاطر بسپرن و گم نکنن.
نسل دوم اینجا به دنیا آمدن بچه ها که پدر مادرشون ایرانی هم و فارسی بلدن حرف بزنن ولی شعر رو نمیشناسن و میخواییم که شاعران جوان در این برنامه شرکت بکنن و در تمام اروپا همین کار رو خواهیم کرد به آلمانی و به انگلیسی در آینده و خیلی امیدواریم که 1001 شب طول بکشه. این اولین باره و تا 1000 بار ببینیم دیگه با هم باشیم. یکی از برنامه های انجمن جهانی نوروز 1001 شب شعر و ادب پارسی است که خواهید دید. این انجمن کوشش میکنه در شرایطی زمینه را فراهم کنه که ادیبان، شاعران و هنرمندان جوان رو دور هم جمع بیاره و زمینه رو برای شکوفایی آنها فراهم کنه. از طرف دیگه ما در نظر داریم که این برنامه جنبه بین‌المللی بگیره و بتوانیم کشورهایی که نوروز را جشن میگیرن هم در آن شرکت کنند. کوشش بر این هست که کشورهای دیگر اروپایی مانند انگلستان، آلمان، هلند، سوئد نیز در این برنامه شرکت کنند و یا با هم و یا جداگانه بتونن این برنامه رو در کشورهای خودشون به همین نام برگزار کنند.